Hello, how are you, my dear student? Welcome to our today's lesson. Our today's lesson is page 37 from your class book. Okay? خب شکر دی عزیز خوش آمدین به درس امروز ما. درس امروز ما شما هسته صفحه 37 کتاب درس شما انشالله. Okay, the first we have listening. خب شاید عزیز ما در اول لسنینگ داریم. لسنینگ ما توری هسته که ما همزمان با ای که گوش میکنیم ای اکسایی که اینجا به مادر شما را گذاری میکنیم. ببینیم یکی اول خودی کار کرده. خب سگانیم به لسنینگ هم ما میشنویم که چی گفته پدر بزرگ از او هسته داکتر. خب میبینیم که چپن سفید خور بکشیده داره به کتبن میزنه. به اینجاگاه استتسکوپ از هم معلوم میشه. خب عالی فشاری هم معلوم میشه که هسته. خب پس ما چیکار میکنیم؟ نظر به زو انتخاب میکنیم و حالا امرای شما انشالله لسنینگ گوش میکنیم بعد نظر به لسنینگ ما شما رو گذاری میکنیم. اوکی؟ 1, 2, 3 اوکی استارت. Listening 54. Listen. Listen. And number. One. This is Millie's grandpa. He's a doctor. Two. Millie is happy. She is seven. She's a student. Number one گفته که پدر بزرگ از او هسته دکتر. نمبر دوم گفته که میلی بسیار خوشحال هسته و او همچنان چیه شاگرد است و ما اینجوگا نوشته کردیم همزمان به شاگرد عزیز شما هم نوشته بکنیم. اوکی استارت اگین نمبر 2 پارت 2 سوری and there is Millie's dad. He's a firefighter. نمبر 3 ببینیم گفته ای پدر میلی هست و او هست آتش نشان. اوکی نمبر 4 Millie's mom is a nurse. خب نمبر 4 چی گفت؟ گفت مادر میلی یک چی هسته؟ یک نرس هسته. ببینیم شاید عزیز ما به صفحه 36 دهو بعضی از وظایفه رو خونده بودیم. پیش از صفحه 36 وظایفه رو یاد گرفته بودیم یعنی وظیفه ها. بعد از اون ما تکس خود هم دیگر کار کردیم که ما همین لغت هایی که یاد گرفتیم بهتر بفهمیم و حالا کم لیسنینگ گوش کشیدیم که ما بهتر به ذهن ما بشینه و بشه که تکرار کرده باشیم. درسته شاگرد عزیز شما هم همچنین تکرار کنیم تا اینکه به ضعیفی که خوندیم به صفات قبلی از یاد ما نره. اوکی کم تو انادر پارت. خب به پارت بعدی میاییم. ببینیم شاگرد عزیز ما اینجا فقط میگیم yes همون قسمی که به درس قبلی خونده بودیم yes یا no. وقتی بگیم no میگیم no he isn't. وقتی بگیم yes میگیم yes he is. چه قسم میگیم؟ وقتی بگیم yes میگیم اینجا می نویسیم yes yes ای یا هم شی هم بوده میتونه yes ای is. اوکی خب شاید عزیز اینجا برای ما داده که وقتی بگیم نه خیر چی میگیم no he isn't. وقتی بگیم بله میگیم yes he is. درست شد؟ ببینیم یکی تصویر اول خودی کار کرده گفته is he a doctor؟ No, he isn't. Isn't هم که ما گفتیم که اختصار شده نات است. گفته که آیا نمبر اول گفته آیا ای یک دکتر است؟ اینجا وظیفه هم نوشته که ما سوال میکنیم. اکثر میبینیم میگیم نه او دکتر نه او چیه؟ Firefighter. او آتش نشان است. پس ما چی میگیم؟ میگیم No, he isn't. Number two. Is she a nurse? میگیم آیا ای خانم نرسه؟ میبینیم لباسا نرسینگی به بیان لباسایی که یک پرستار به بر میباشه به برن پشت سری هم معلوم میشه که ای به یک شفاخانه داره کار میکنه. درست شد؟ لباسای یونیفرم همون پرستاری به برنه. ما چی میگیم؟ Yes, she is. به خاطر که زن است چی میگیم؟ Yes, she is. Number three میگیم Is
از یک استودنت میگیم آیا این مرد یک شاگرد است. وقتی میبینیم نه او شاگرد نه، چرا؟ او به کجا کار میکنه؟ به داخل سلمانی کار میکنه. پس ما چی میگیم؟ میگیم که نو ای ازنت، نه خیر او چی نه؟ شاگرد نیست. اوکی؟ نمبر فور، از ای ا زوکیپر، میگه آیا ای شخص سوم، میگه شخصی هست که به مراقبت از باغوش میکنه. ما چی میگیم؟ نو ای ازنت، نه خیر او نیست، او مراقبت از چه نمیکنه، نه باغوش. چرا؟ چون که او دکتر، نظر به عکس که ما میبینیم. نمبر 5 میگه از چیه؟ تیچر، میگه آیا این دختر کوچولو یک معلم است؟ ما چی میگیم؟ این معلم نیست، یونیفرم شاگردی به بدن، پس این شاگرده. ما چی میگیم؟ نو شی ازنت، نه خیر او معلم نیست. خب ببینیم نمبر 3، نمبر سوم دوباره میگم. ای سعی کنیم کتاب به دستی نه، درسته؟ وقتی کتاب به دستی باشه یا نوشته بکنه، پس این سوال ما درست میشه. yes ما استفاده میکنیم. قبلا که ما گفتیم، ما فکر کردیم به سلمانیه، پس گفتیم نه، ولی این کتاب فعلا به دستی نه. خب هم سو ساری، اینجا کتاب به دستی نه، وقتی کتاب به دستی باشه یک چیزی داره میخونه، پس این استودنت میشه. چی میگیم؟ میگیم is he a student؟ میگیم yes he is. چی میگیم؟ yes he is. اوکی خب شاید عزیز، همه قسمی که من اینجگاه خوندم یک مثال خودی هم دیگر کار کردیم، شما هم برو کتاب چاخ انشالله این نوشته کنیم، مثال کار کنیم که خیلی بهتر و بهتر یاد بگیریم. ببینیم ما گفتیم که وقت سوالیه کنیم چیکار میکنیم؟ از به اول جمله میاریم. پس اینجگاه هم به ما عین کاری کرده. اینا درس گذشته شما بود که میفهمم، اینا رو هم میگی شما یاد داریم انشالله. خب میریم به پارت بعدی. پارت بعدی ببینیم دوست عزیز به ما چی گفته. اینجا بریم ما capital letters and periods. حرف بزرگ گفته و همچنان نقطه. capital letter یعنی چی؟ یعنی حرف بزرگ به انگلیسی. capital letter یعنی حرف بزرگ. حرف بزرگ یعنی چی؟ مثلا ببینیم اینجا تیمو به حرف بزرگ نوشته شده. درست؟ درست شد؟ and periods و نقاط، یا period به تنهایی چی میشه؟ نقطه. درست شد؟ و نقطه. periods واسه گفته نقاط، به هر جمله ما یک نقطه داریم، به خاطر periods استاده که جمع شده استفاده کردیم. ببینیم نمبر اول خودی کار کرده. this is my family، گفته آیا این فامیل من است؟ نه میبخشیم، گفته این فامیل من است. ام سو ساری، خیلی میباشیم. چی گفته؟ نگفته که آیا این فامیل من است. گفته this is my family، گفته این هست فامیل من. یکی دو ببینیم که کار کرده. capital letter یعنی امو عرف بزرگ انگلیسی که با اول جمله آمده علقه کده و همچنان نقطه که با آخر جمله آمده. درست شد؟ where are students، گفته کجا هستن؟ کی؟ شاگرد ها. students ببینیم اینجا هم اس گرفته، students شاگرد ها. خب ما چی رقم می کنیم؟ اول کلمه ما که با حرف بزرگ انگلیسی شروع شده و آخر کلمه ما که چی داره؟ نقطه داره. درست شد؟ number 2، یکی دوم، is a mailman، ببینیم ای اول به چی نوشته شده؟ با حرف کلون و آخر یازی هم period or dot، میتونیم دات هم بگیم، پریوت هم بگیم، استفاده شده نقطه. درست شد؟ نمبر 3، this is my mom، میگه این هست مادر من. اول خود چی شروع شده؟ capital letter with period. هم میگه شما هم همچنان شاگرد عزیز با من حلقه بکنیم. خب she's a nurse، او خانم هست یک نرس. ببینیم حرف اولی که باید حروف کلون الفابه انگلیسی شروع شده حلقه کردیم و آخری رو که نقطه گرفته. We are a happy family. میگه ما یک فامیل خوشحالی هستیم. ببینیم اول حرف ما با حرف بزرگ شروع شده و آخرم نقطه داره.
This is my uncle. میگه این هست کاکا یا مامای من. ببینیم this is تی برف بزرگ نوشته شده و نقطه هم آخری رو بگیرفته. Okay. Okay, my dear students. خب شاید عزیز پیش از اینکه درس تموم کنیم خدافیزی کنیم ما میگیم که اول ما امروز چی خوندیم ما لسنینگ گوش کشیدیم که ما لغت خود بهتر و بهتر دوباره تکرار بشه و بیشتر یاد بگیریم ما از صفات قبلی که yes و نور خونده بودیم از اونا دوباره اینجگاه پرکتس کردیم با وظایفه که بهتر یاد بگیریم و همچنان اینجگاه ما از نقطه و حروف اول جمله و با حرف کلون نوشته میشه ما یاد کردیم درست شد خب کارخونگی ما هسته صفحه 37 کتاب کار کار کردن صفحه 37 کتاب کار و همچنان کار کردن صفحات 38 و 39 کتاب درس انشالله از یاد شما نمیره 38 و 39 کتاب درس اونا هم کار میکنیم فقط برو کتاب و همچنان از بر میکنیم اوکی؟ خب شاید عزیز وقت خوب خوشی داشته باشیم Have a good time. Have a nice time. See you inshallah. Goodbye. See you soon inshallah. Goodbye.